تغییر جهت با سرعت ثابت بره. درست؟ این حرکت یک نواخته. هر چیز غیر از این دیگه یک نواخت نیست. بذار کنار، برو کنار، برو کنار. شتاب بر من تعریف کرد، میگه آقا شتاب چیه؟ شتاب عامل تغییر سرعته، یعنی یا جهتش یا اندازش یا جفت با هم. بیا اینجا، بیا 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 اینجا رو نگاه کن. حرکت شتاب داره ثابت. میدونی یعنی چی؟ مگه نگفتی شتاب میتونه سرعت رو زیاد یا کم بکنه؟ آره من گفتم. یعنی لعنتی نگاه، شتاب داره ثابت یعنی که هل دادن ها یکسانه. هل شتاب داره ثابت، شتاب داره ثابت همچنان، هل ثابت، هل شتاب داره متغیر، هل دیدی شتاب داره متغیر؟ یکی دیگه شتاب داره متغیر، هل این شتاب داره چیه؟ متغیره. آیا شتاب داره متغیر دیگه؟ برو خوش احمد بیا، دارم میرم، هلش بده. هل این شتاب داره چیه؟ متغیره. خودم برای تدریس باید چی کار بکنیم؟ بعد فیلم خودم اینم خیلی دد. شتاب داره متغیره، شتاب داره ثابت. نگاه بیا اینجا، بیا اینجا شتاب داره ثابت. هول از این بر هول خیلی آرومه. هول یه شتاب داره متغیر، من دارم کیف میکنم. وایستا هول شتاب داره متغیر، یعنی هم اینوری هولش بده، اونوری هولش بده، دوباره اینوری هولش بده، اونوری هولش بده. ببینی این شتاب داره متغیره، درب و داغون شتاب داره متغیر. من دنبال چی میگردم؟ من دنبال شتاب داره ثابتم. یعنی چی شتاب داره ثابت؟ حالا انسان کلی فیلمامون رو پخش میشه، شتاب داره ثابت. آقا فیلم ها رو پخش نکنی ها، یه تیکه که من اینجوری میکنم لعنتی میگن کیه. شتاب داره ثابت، بیا اینجا، نخند ارقبا، نخند مو، بیا نخند. در حرکت شتاب داره ثابت، بیا اینجا خودت جمع‌جور کن، بیا اینجا. شتاب داره ثابت یعنی سرعت منظم زیاد میشه یا منظم کم میشه. سرعت تو منظم زیاد. نمیفهمی یعنی چی؟ بیا اینجا. گوش بده قشنگ. اولا اینکه ننویس، چیزی ننویس واسه حواس من. حرکت شتاب داره ثابت، گفتم سرعت منظم افزایش یا منظم کاهش. نمیفهمم، یاد باشه اول حرکت شتاب داره ثابت به دو مدل تقسیم میشه، تون شونده، کون شونده. شتاب داره ثابت، سرعت اتومبیلی 5 متر بر ثانیه است، شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه است. آقا سال یک متر بر مجذور ثانیه یعنی چی؟ من اینو بلدم، در هر ثانیه 5 متر. اینو بلد نیستم، نمیدونم این چیه. شتاب شد نسبت سرعت به زمان. سرعت میشه متر بر ثانیه، زمانم میشه ثانیه. نزدیک در نزدیک، دور در دورش کنیم میشه متر بر مجذور ثانیه. یعنی چی؟ بیا میدونی 2 متر بر مجذور ثانیه یعنی چی؟ بیا قشنگش کن، می‌نویسم 2 متر ثانیه. حواس من چشاشا رو باز کن نگاه. من تمام واحدهای کسری رو دارم یک میذارم مخرج. توی ثانیه 5 متر برو، توی ثانیه 7 متر برو، توی ثانیه 2 متر بر ثانیه به سرعت اضافه کن. یعنی فوق‌العاده است. یعنی شتاب متر بر مجذور ثانیه یعنی چی؟ یعنی توی ثانیه چقدر به سرعت اضافه کنم. یعنی دیگه واقعا نگاه شتابش 2 متر بر مجذور ثانیه است، معنیش چیه؟ در یک ثانیه چقدر به سرعت اضافه کنم؟ دوتا. برو دوتاش کن. شتاب داره ثابته دیگه، گفتم هل دادن ها ثابته. یه هل 7، یه هل دیگه 9، یه هل دیگه 11، یه هل ثابت. سرعت داره منظم زیاد میشه، سرعت منظم زیاد شد. شتاب یعنی تو یک ثانیه چقدر به سرعت اضافه میشه؟ تو یک ثانیه شد 2، شد 9، شد 11، شد 13، میشه 15. این تون شونده است، هیچ وقت وای نمیسه، تا ابد با همین سرعت میره، تا ابدیت. یعنی این هیچ وقت قادر به ترمز نیست. این دوتا وقتی هم علامتن یعنی تند شونده. شجاعی دانش آموزش میدونه متر بر مجذور ثانیه یعنی در یک ثانیه، و معلمایی که دارن تو آپارات ما رو نگاه میکنن حتما، در یک ثانیه چقدر به سرعت اضافه میشه خیلی مهمه.
آقا بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین اینجا. سرعت تو چنده؟ آقا عزیزان شما که معلمی داشتی نگاه میکردی یاد باشه اگه خواستی شتاب بگیر اینجوری تعریفش کن، نه اینکه یه فرمول بر بچه ها بنویسی. در یک ثانیه منفی 5، نه؟ یعنی منفی 5 سرعت ابتداشه. آره. شتاب چنده؟ منفی 2. یعنی چی؟ یعنی تو هر ثانیه 2 تا یه منفی به سرعت اضافه کن. بریم منظم، به خدا شتاب داره سرعت، یعنی منظم. منفی 7، منفی 9، منفی 11، منفی 13. بازم تون داره میشه، چون در هر ثانیه 11 تا میرفت، در هر ثانیه 13 تا میره به سمت چپ. تند شونده. چرا تنده لعنتیا؟ چرا تنده؟ به خاطر اینکه چرا تنده؟ چون شتاب و سرعت همجهتن. هر وقت شتاب و سرعت همجهت باشن تند شونده است. شتاب داره ثابت، سرعت منظم زیاد میشه، منظم کم میشه. آقا واسه ببینم یارو ریاضیش خیلی خوبه، این جمله درسته؟ فقط گوش کن جمله رو. در حرکت شتاب داره ثابت، سرعت یک دنباله تشکیل میدهد، یک دنباله تشکیل میدهد. قدر نسبت این دنباله شتاب است. اصلا میخوام اینجا رو بکنم الان، اینقدر انرژی داره میره بالا. آقا وایسا نگاه کن، نگاه کن، شتاب داره ثابت تو هر ثانیه 2 تا به سرعت اضافه شد، تو هر ثانیه منفی 2 تا اضافه شد، منفی 5، منفی 7، برو جلو برو جلو، منفی 9، منفی 11، منفی 13. آقا جمله رو میشه دوباره بگی؟ آره آره. شتاب داره ثابت، سرعت منظم زیاد میشه، منظم کم میشه. در این حرکت، در این حرکت سرعت در هر ثانیه یک دنباله تشکیل میدهد، یک دنباله تشکیل میدهد. قدر نسبت این دنباله که بادی نشون میدی همون شتابه. اوه 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 اوه، دیگه داره گندش در میاد. چه وضعیتی شد آقا؟ بیا برو بعدی، برو بعدی، کندشو بگو، حواسم رو داری پرت میکنی، کندشو بگو. بیا آقا سرعت تو چنده؟ منفی 20. شتاب چنده؟ 4. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ بنویسش. 4 متر بر مجذور ثانیه، یعنی تو یک ثانیه معلم عزیز که داری نگاه میکنی در یک ثانیه 4 تا به سرعت اضافه کن، در یک ثانیه 4 تا به سرعت اضافه کن. یعنی چی؟ برو جلو، برو جلو. چنده؟ چنده منفی 20 دیگه، یعنی به اون سمت میره. 4 تا اضافه کن منفی 16، 4 تا اضافه کن منفی 12. آقا داره چی میشه؟ داره کم میشه، داره کم میشه، کنده میره که وایسه، میره که وایسه. بریم وایسیم، بریم وایسیم، بریم وایسیم. منفی 20 یه دونه اضافه کن، منفی 16، منفی 12، منفی 8، منفی 4. منظم. هولا رو ببین، هولا رو نگاه کن سرعتش. آقا چرا این بزرگتره؟ چون قرار بوده توی یه ثانیه 20 متر بره، حالا قراره که مثلا 16 متر بره، حالا قراره که 8 متر بره، حالا قراره مثلا 4 متر بره. میدونی؟ یعنی برای همینا جابجایی‌هاست. هولا ثابته، سرعت ثابته. کن منفی 20 بعد میشه منفی 16، هول منفی 12، هول 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 آخر شاید وایس چه وایسه. آره وای میسه بعد از هول بعدی. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. این کنده سرعت منظم زیاد، منظم زیاد، منظم کم. بیا اینجا، بیا اینجا. شتاب چنده؟ شتاب منفی 5 متر بر مجذور ثانیه. شتاب منفیه. بیا اینجا آقا، شتاب منفیه. یعنی چی؟ یعنی منفی 5 متر بر مجذور ثانیه، یعنی توی ثانیه منفی 5 تا به سرعت اضافه کن. منفی چنده؟ 20. منفی مثبت 20 کن، منفی 5 اضافه کن 15، منفی 5 اضافه کن 10، منفی 5 اضافه کن 3. توقف کرد، تو هر ثانیه بهش اضافه کردی، اضافه کردی، وایساد. توقف، کند، کند شونده. وقتی من میگم حرکت شتاب داره، در این مدل حرکت جهت عوض نشده هنوز، فقط اندازه رو عوض کرده. شتاب داره ثابت، شتاب عددی است که سرعت را منظم زیاد میکند، منظم کم میکند. یک نواخت متحرک روی خط راست بدون تغییر جهت، بدون تغییر سرعت حرکت میکنه، سرعتش اندازه و جهتش ثابته. دو مدل حرکت. آقا من یه سوال دارم. میگم چیه؟ میگم چیه؟ میگه آقا من یه سوال بزرگ دارم. بپرس، نره بکش. من اگه سرعتشو داشته باشم، شتابشم داشته باشم، میتونم بگم چند ثانیه بعد وای میسه اگه کن باشه؟ آره. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. چنده این؟ 20. این چنده؟ منفی 5. وای میسه؟ بله. چند ثانیه وایساد؟
یه ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه، چهار ثانیه. آقا پس اینو من بر این تقسیم کنم میشه مدت زمانی که طول میکشه تا وایسه. یعنی اگر کند شونده باشه، اگه حرکت تو کند شونده بود یعنی چی؟ یعنی من اگه اینو بر این تقسیم کنم مدت زمان توقف به دست میاد. بالایی رو نگاه کن، بالایی میشه اینو بر این تقسیم کنی کند دیگه، اینو بر این تقسیم کن ایناش یک ثانیه، یک ثانیه، یک ثانیه، یکی دیگه هم میره وایسه دیگه، چون بعدا میشه صفر. چهار تا چهار تا بهش اضافه کنی چند ثانیه شد؟ یه دونه، دو دونه، سه دونه، چهار دونه، پنج دونه. پنج ثانیه بعد وایساد. نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که شجاعی می‌نویسه تی زمان استوب، زمان توقف، زمان توقف. اینهاش چرا آقا چرا قدر مطلق گذاشتی؟ علت اینه که یکیش مثبت یکیش منفی باید باشه. میشه سرعتو بر شتاب تقسیم کن. من بهش میگم، شجاعی بهش میگه وحشی احمق، زمان استوب وحشی احمق. یکی دیگه هم داره بهش میرسیم. یعنی اگه من سرعت رو تقسیم بر شتاب کنم میفهمم که وای میسته. آره، تی استوب، تی توقف، وحشی احمق. تقسیمش کن. خیلی جذابه، خیلی داره جذاب میشه. آقا بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. شجاعی داره تو چی میگه؟ میگه اگر نوع حرکت رو خواستی تو تسکوب، نوع حرکت هم شتاب رو میخوای، هم سرعت، هم زمان. یعنی تو همه باید شتابش کدوم وریه و سرعتش کدوم، بعد نظر بدی در مورد نوع حرکت. نوع حرکت تو ممکنه تند باشه. یعنی چی؟ سرعت مثبت، شتاب مثبت. به سمت راست میری، به سمت راست هول میدی، تند. به سمت چپ میری، به سمت چپ هولش میدی، تند. میتونه کند شونده باشه، کند شونده. به سمت چپ میرم، به سمت راست هولم میده، کنده. به سمت راست میرم، به سمت چپ هولم میده، کند شونده. آقا اگه متحرکی شروع به حرکت بکنه، من اینجا شروع به حرکت کنم قطعا تنده. هر شروع به حرکتی تنده، هر در آستان توقفی کنده. من الان ترمز میکنم وایستم، کنده، شتاب و سرعت خلاف عمل، و گاز میدم، ساکنم، سوار ماشین میشم، ماشین روشن میکنم، گاز میدم، این تند شونده است. حرکت تند شونده به هیچ وجه باعث تغییر جهت نمیشه. من یعنی گاز بدم، گاز شروع میکنم، گاز همه شروع داریم، گاز میدم، چون میریم جلو. من چی یاد گرفتم میخوام تست بزنم؟ حرکت یک نواح رو خط راست، سرعت ثابت، جهت ثابت، بدون تغییر جهت. حرکت شتابدار ثابت، سرعت منظم زیاد، منظم کم. اگه گفت کم شد و خواستی توقف رو پیدا کنی چیکار کنی؟ ها، وی رو به ها تقسیم کن. وحشی احمق. دیدی؟ ما تونستیم که از روی فرمول حساب کنیم تی توقف زمان استوب. آقا وایسا 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 وایسا، یه جمله مهم بود. در حرکت شتابدار ثابت سرعت تشکیل یک دنباله میده. این دنباله، سرعت تشکیل دنباله میده، دنباله سرعت، قدر نسبت شتابه، شتابدار ثابت و حرکت یک نواخت، دو مدل حرکت مهم، یک نواخت، شتابدار ثابت. معادلات دارن اینها، معادله دارن، و شجاعی میخواد بعد از این سال یه چیزی واقعا منحصر فرد، یعنی میتونم بگم فوق‌العاده است. به تو یادم، زمانم دارم. آقا دقت کن، دقت کن، چند تا مثال حل کنیم، مثال 4 رو حل کنیم. اوه چقدر کدام درسته؟ آقا این باعث یادگیری تو میشه قطعا، حتما. دقت کن، بیا اینجا، بیا اینجا، میخوام یاد بگیریم. آقا بیا اینجا، میگه بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. چی گفته زهره؟ چی گفته؟ تا فقط ببین، نگاه کن، اگه تو بخوای نوع حرکت رو تعیین بکنی، حالا نمیدونم جوابتو میتونم بدم الان اینجا یا نه چون جلوترم هست، اگه خواستی نوع حرکت رو پیدا بکنی، شتاب و سرعت جهتش رو باید و علامتش رو باید بدونی، باید بدونی. بیا اینجا، بیا اینجا، تعلیفی رو میخوام حل بکنیم با هم همزمان. آقا اگه شتاب صفر بود چی؟ اگه جهت و اندازه سرعت عوض رو میگیم یک نواخت. بریم ببینیم، میگه سال نکن علف، شتاب متحرکی خلاف جهت محور ایکساس، یعنی شتاب متحرک ما منفیه. نگاه، بیا اینجا، بیا اینجا. بابا بچه کجا رفتی؟ بیا اینجا ببینم، بیا اینجا قشنگ حواس منو. میگه چی؟ میگه شتاب متحرکی خلاف کنده، برو بابا.
برای اینکه کند باشه من جهت سرعتم میخوام، با اون تنها که نمیتونم پیدا کنم. برو بعدی. شتاب متحرکی در جهته، یعنی شتاب یارو مثبته، تنده. برو بابا. دیدی؟ چرت میگفت. بیار بعدی، بیار بعدی. متحرک، نگاه نگاه نگاه، حواس من ها، حواس من. میگه متحرکی خلاف جهت محور یک حرکت میکنه، خلاف جهت محور یک حرکت می حرکت میکنه، سرعت منفیه. پس سرعت منفی رو پیدا کردم. نیروی وارد بران در خلاف محور ایکسه، نیرو خلاف، شتابم خلاف اینهاش. دیدی؟ میگه متحرکی. به خدا این پایه کل حرکته. اگه اینو یاد بگیر داده میتونی کتاب شروع کنی و این باعث تستای سراسری که برای ریاضی بوده 4 تا برای ترجمه 3 تا سوال کنی. حرکت شناسی 12 من به تو یاد میدم. هر کسی از 10 تا 11 شروع کرد یعنی مبتدیه. هر کسی از 10 تا 11 شروع کنه مبتدیه. آقا اینجا متحرک خلاف داره میره، سرعت منفیه. نیروی وارد درون هم منفیه، خلاف این منفیه، اون منفیه، حرکت تنده. بله اینه. بعدن نمودار رو نمودار تعیینش میکنه، رنگو عوض کن بریم. متحرکی کنو بری در جهت حرکت میکنه. اگه متحرکی در جهت حرکت کنه پس عزیزم سرعت آن مثبت است. بعد نیروی وارد بران خلاف جهت محور ایکسه. نگاه کن، متحرکی در جهت میره، سرعت مثبته. نیروی وارد بران خلاف جهت محور ایکسه یعنی شتاب و نیروش منفیه. نتیجه کند شونده. بله کند شونده. بله دارم یاد میگیرم، دارم فوق‌العاده دارم یاد میگیرم. امروز یاد بگیری حرکت شناسی رو کلن تا آخر یاد میگیری. یه ذره ریاضی میخواد فقط. برو بعدی. 1000 بار ویدیو رو نگاه کن، 1000 بار جزوه رو بخون. نیاز به هیچ چی نداری. یعنی نمیخواد برید سردرگم شی. ما یه سری تست از مونتا کپی کنیم بذاریم اینجا، بعد تو مونتا شروع کنیم حل کردن. نه درسنامه، نه هیچی، جزوه کنکوره. خب من تو 5 دقیقه میتونم کل جزوه رو بنویسم. اینطوریه، میزنم مونتا، تستا ترتیب میشه، میزنم تو جزوه، تمام شد، خدافظ. بیا اینجا. اگر برآیند نیرو، برآیند نیرو افکت کد میگه اگه برآیند نیرو صفر باشه پس شتابم صفره، حرکت یکی نواخته با سرعت ثابت. میگم عزیزم برآیند نیروها صفر، وقتی برآیند نیروها صفر پس شتابم نداری، یعنی نه باعث این میشه که جهت عوض شه، نه باعث این میشه که چیه اندازه عوض شه، پس حرکت با سرعت ثابت. بله بله پایینی. هرگاه اتومبیلی ترمز کند چی میشه؟ هرگاه اتومبیلی ترمز کند شتاب و سرعت آن هم... برو بابا. اگه ترمز کنه سرعت و شتاب خلافه. همین انرژی که از من امروز میبینی، آخرین جلسه هم همینو میبینی، شاید هم بیشتر، شاید هم فراتر. یادون باشه ما آخر برای مهمه، آخرا مهمتره، اونجا باید هوای دانشمون داشته باشیم. ترمز میکنه شتاب و سرعت هم علامته. برو بابا، خلاف علامته. متحرکی در جهت خلاف حرکت میکند یعنی سرعتش منفیه. اگر ترمز کنه، وایسا، ترمز کنه باید شتابش مثبت باشه، درسته؟ متحرکی در خلاف میره، ترمز کنه سرعتش، شتابش مثبته، شتابش در جهته. بله درسته. نگاه، متحرک کدوم بری میره؟ متحرک کدوم بری رفت؟ بیا اینجا متحرک کدوم بری رفت؟ متحرک در جهت خلاف رفت. متحرک در جهت خلاف رفت یعنی سرعتش منفیه، ترمز کرده. به خدا ترمز بکنه شتابش با علامت سرعتش فرق میکنه. این جهت یا خلاف، این خلافه، پس این جهته و درسته جمله ما. پایینی. متحرکی، آقا وایسا ت اینجاست. آقا گوش بده ت رو. میگه برآیند نیروهای وارد بر جهت صفره. اگه کلن برآیند نیروهای وارد بر جهت صفر باشه، مثل اینه که شما تو اتوبان در حال حرکت مستقیم هستی، شما نه گاز و فشار میدی، نه پات رو گاز برمی‌داری، کلن با سرعت 100 داری میری. این نشون میده که نیروی محرک اتومبیل و نیروی ترمزی که توی جاده به علت اصطکاک است اثر همدیگر خونسا کردن، شما با سرعت ثابت میری. اگه برآیند صفر باشه، نیرو صفر باشه، شتابم صفره، چون F برابر با MA است. میبینی؟ اگه شتاب صفر باشه نیرو هم صفره، پس حرکت با سرعت ثابته، چون عاملی وجود نداره که سرعت رو زیاد و کم بکنه، عاملی وجود نداره. آقا متحرک در جهت محور X شروع، به خدا همه حرکتایی که شروع به حرکت میکنن تندن،
در جهت محور X شروع به حرکت میکنه سرعتش مثبته، من دنباله به خدا تون میگردم، چون شروع به حرکت کرده تنده، شتابش هم باید مثبت باشه. گفته شتاب منفی، غلطه. شروع به حرکت، نگاه، شروع یعنی تند، شروع یعنی تند. اگه سرعتش مثبته شتابش هم باید مثبت باشه. گفته شتاب خلافه، غلطه. بیا پایین. متحرکی در خلاف جهت محور X از حال سکون. خلاف جهت محور X از حال سکون یعنی چی؟ یعنی حرکت میکنی سرعت یارو منفیه و من انتظار تند دارم. چرا انتظار؟ آقا چرا انتظار تند داری؟ سرعتش منفیه، خلاف داره میره، تند دارم، شتابش هم خلافه. بله. آقا من میگم اگه نیروی به جسم وارد نکنیم آیا تغییر جهت داریم؟ اگه نیروی کل ما صفر باشه ما تغییر جهت نداریم، تغییر اندازه هم نداریم. کلن براینده نیروها صفره، شتاب صفره، نه تغییر جهت داریم نه تغییر اندازه. یاد باشه آقا وایستا، من اینو توضیح دادم و من یه سری درست غلط ها رو زدم. اما به من میگه آقا میشه الان بیای یه سری تست حل بکنی در مدت؟ من میگم نه، من میخوام یه چی دیگه به تو یاد بدم. قشنگ گوش کن، این چیزی که به تو یاد میدم فوق العاده سریه و خیلی مهمه. ببین گوش بده قشنگ، حواس منو. تو گفتی که من معادله مکان زمان دارم، معادله سرعت زمان دارم، معادله شتاب زمان دارم، معادله نیرو زمان دارم. اگه این معادلات رو به من بدی، من لحظه رو توش بذارم، میفهمم در لحظه یک کجاست، در لحظه یک چه سرعتی داره، کدوموری میره، در لحظه یک شتاب چنده، در لحظه یک نیرو چنده. اما سوال اساسی اینجاست، این معادلات از کجا بیاریم؟ من چیزی رو به تو درس میدم که از نظر خودم، از نظر شجاعی هیچ جا درس نخواهند داد. همه عین کتاب درس میدن. اگه این کتاب درسی بریم جلو، دانش آموز ما بیش از 20% نمیزنه. ما مگه بعد کتابو درس بدیم؟ ما کتابو بعد درس بدیم و 100 برابر بالاتر از کتاب. کنکور سراسری اینو داره میگه. من میام چیزی رو میگم، از هر معلم فیزیکی بپرسی میگه حذف شده. چون معلم مبتدی و اون نمیدونه که مشتق حذف شده، آره، تو فیزیک استفاده میشه. مشتق روش حل سوال به روش سریه. مشتق تو فیزیک یعنی باعث بشه. من 11 مشتق بهش یاد دادم و به تو یاد میدم الان چند دقیقه. مشتق باعث شو یارو دانش آموزی سوال سریعتر حل کنه، فهمش از فیزیک بیشتر شه. من دنبال چی میگردم؟ معادله مکان زمان، معادله سرعت زمان، معادله شتاب زمان و یه جرمم بذارم بغلش بشه نیرو زمان. شجاعی دنبال این قضیه میگرده، دنبال این قضیه گشت. بریم ببینیم، با هم مشاهده کنیم چیزی که شجاعی به معنی یک چیز محرمانه به تو یاد میده، کاملا محرمانه. رو صفحه سفید می‌نویسم، قشنگ گوش کن، می‌نویسم کاربرد. حواس به من ها، به خدا همه رو گفتم به اینجا برسم. نگاه، قشنگ گوش کن، حواس به من ها. آره، مثل مشتق 11 ما یه تفاوتی وجود داره، قشنگ گوش کن. من میگم مشتق، درست؟ مشتق یه این کاربرد ریاضیه، کاربرد ریاضی. شاید یه سری مشتق رو خونده باشن، من میدونم، چون بعضی هم نخوندن، مجرم ابتداش رو بگم تا همه مسلط بشن. آقا میدونی مشتق یعنی چی؟ مشتق یعنی شیب خط مماس، یعنی مشتق، درست شد؟ آقا اسمش عوض شده، مشتق یعنی شیب خط مماس. بیا با من، یک، حالت یک، عدد ثابت. آقا من یه سوال دارم از تو، ایگرگ برابر با دو چه شکلی؟ میگم آقا ایگرگ برابر با دو این شکلیه، این ایکسه، اینم ایگرگه، ایگرگ برابر با دو این شکلیه، ایگرگ برابر با دو. خب آقا اگه ایگرگ برابر با دو، شیب این خطه چنده عزیزم؟ شیب این خط چنده؟ حتما میگی صفره. آقا من میگم شیب خط موماس، عدد ثابت، شیب این خطه چنده؟ صفر. مشتقش صفره، با ایگرگ پریم نشونش میدم، مشتقش صفره. آقا دقت کن، حواس من، یکی دیگه، عدد ثابت، ایگرگ برابر با -5. اینو چجوری رسمش میکنن ایگرگ برابر با -5؟ میگم خیلی ساده است، ایگرگ برابر با -5، اینجا میذارم ایکس، اینجا میذارم ایگرگ، این نمیدونم چرا کج میشه، ایکس ایگرگ گذاشتم. خب آقا حواس من، آقا ایکس ایگرگ گذاشتم، ایگرگ برابر با -5 چه شکلیه؟ ایناش ایگرگ برابر با -5، شیب این چنده؟ شیبش چنده؟ صفر. مشتقش چنده؟ صفر.
آقا برش داره مشتق میگی، تو که معلم فیزیکی، سب کن منحصر فرده. من از خودم میگم روش شجاعی اینه، حواست به من. آقا عدد ثابت ایگرک برابر با هر عددی افقیه، مشتقش یا شیبه صفره. دقت کن، من اینجا یاد میگیرم شماره یک، ایگرک برابر با هر عدد ثابتی باشه مشتقش صفره، درست شد؟ ای یک. بیاریم پایین. ده بار نگاه کنه، بیاریم پایین. آقا نگاه. شماره دو، خط. نگاه کن عزیزم، ایگرگ برابر با سه ایکس منهای پنج، عزیزم شیبش چنده؟ میگه خب معلم ریاضی ما گفت این عرض از مبدأ، اینم شیبه، شیبه سه، مشتقش سه ای، ایگرگ برابر با منفی دو ایکس به اضافه دوازده، شیبش چنده؟ منفی دو. آفرین، مشتقش منفی دوه. یعنی چی آقا؟ یعنی این ایگرگ برابر با آیکس به اضافه بی، شیبش چیه؟ آ، مشتقش آه. یعنی آقا به خدا من نمیخوام ریاضی درس بدم، من قسمتی از ریاضی در فیزیک رو دارم میگم، کاری به ادامهش ندارم. معلم ریاضی نگه آقا شجاعی چرا اینو گفتی؟ آ به من ربط داره. آقا بی اینجا. شماره سه، یک، مشتق عدد ثابت صفر، مشتق خط ضریب ایکس، درجه بالا. یعنی چی؟ آیا تو به این فکر کردی؟ آیا دانش آموز من به این فکر کرده که مقدم است که ایگرگ برابر با ایکس دو رو وقتی رسم میکنه، وقتی دانش آموز من ایگرگ برابر با ایکس دو رو رسم میکنه اینجوری به این ترتیب میشه، این یه شکلی میشه، آیا دانش آموز من به این فکر کرده که در ایکس مساوی دو شیبش چنده؟ تو که کنکوری هستی شیبش چنده؟ این چنده؟ آیا دانش آموز من فکر کرده به این؟ میگم اب نداره، فکر نکردی. درجه دو به بالا، نگاه کن، مشتقه آ ایکس به توان ان توان میره پشت سرش، برو پشت سرش توان میره پشت این فنره، میاریش پایین، ولش میکنی، یه دونه توان کم میشه. منظوره چی آقا؟ ایگرگ برابر با آ ان ایکس، ان منهای یک مشتقشه. ای یعنی چی؟ از این مشتق بگیریم، این مشتق بگیر ایگرگ پریم دو، برو اون پشت یه دونه توان کم کن. آقا کم کردم، کجا شیوا میخواد؟ تو دو، دو رو بذارین تو چهار، به خدا شیبش چهاره. نگاه، بیا اینجا آقا، اینا رو برای چی داری؟ سب کن، ایگرگ سه ایکس چهار مشتق رو بگیر، ایگرگ پریم مشتق، برو اون پشت دوازده، یه دونه توان کم کن، سه، مشتق رو گرفتم، من بلدم مشتق رو، عدد ثابت صفر، اگه خط باشه ضریب ایکس، دو به بالا، توان برو اون پشت، یه دونه توان کم کن. آقا قولش رو بنویس ببینم، قول مرحله آخر می نویسم. اگه کسی این فیلم این جلسه رو ببینه و عاشق فیزیک نشه، به نظر من عقب مونده است. نگاه کن ایگرگ برابر با 5x 4 به اضافه 3x منهای 2x 2 به اضافه 4x منهای 9 مشتق رو بگی بریم، ایگرگ پریم، برو جلو، برو اون پاش 20، یه دونه توان کم کن، 3 به اضافه برو جلو تو ذهن تو خونه انجام بده، 9x 2 منهای 4x، این خود یارو چهار میمونه، آهان، این مشتق عدد ثابت صفر. آقا من یه سوال، میتونم بازم مشتق بگیرم؟ بازم بگیر، از اینم دوباره مشتق بگیر، بیا برو جلو یه مشتق دیگه، اینا ها دو تا خط میزنم، یه مشتق دیگه، 60 x 2 به اضافه 18 x منهای 4 عدد ثابت صفر، میتونیم با این بازم مشتق بگیریم؟ میشه، ولی من نیازی باش ندارم، من شجاعی باش کاری ندارم. مشتق گیری یعنی چی؟ توان برو پشت سرش، نه توان کم کن، دوبار مشتق بگیر. آقا عزیزم، آقای شجاعی اینو برای چی گفتی به من؟ منو نگاه، تو یه چیزی به من گفتی،
به خدا این کل حرکت اینجاست. این کل حرکتی که الان میخوام بهت بگم مشتق و بلدم. عدد ثابت صفر، خط ضریب ایکس، درجه دو بالا، برو پای سرش نتوان کم کن، نگرش دار. برای چی گفتی آقا اینو؟ علت اینه. بهش میگم پله شجی. دقت کن، پله شجی. ای اوه این چیه؟ نگاه نگاه نگاه، پله شجی چی آقا اینجا گفتی؟ یه چی داره؟ یه نکته توش داره. نکته چیه؟ نکته نکن آقا. پله شجی چیه؟ این باعث حل حرکت شناسی میشه. همه رو گفتم به این برسم. نگاه کن، فقط باید نگاه کنی تا واقعا دچار چی بشی، توهم بشی اه حرکت شناسی این بود. نگاه 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 نگاه، پله شجی چیه آقا؟ دقت کن، پله رو بکش، پله پله، ایناش ایناش. اوه 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 اوه، پله رو کشید. نگرش دار نگرش دار نگرش دار. رو این پله ای که شجاعی میکشه، پله اول شما معادله ای به نام مکان زمانه، پله بعدی شما معادله ای به نام سرعت زمانه، پله بعدی شما معادله ای به نام شتاب زمانه. اه یعنی چی؟ وایسا وایسا، داره خوب میشه، وایسا وایسا. اگه از مکان زمان مشتق بگیری، مشتق، اوه، اگه از معادله مکان زمان مشتق بگیری میشه سرعت زمان، اگه از سرعت زمان مشتق بگیری میشه شتاب زمان. اه یعنی چی؟ نگاه نگاه نگاه، x برابر با x به x برابر معادله مکان زمان دیگه، نه مکان زمان، x برابر با 3t2 منهای 6t به اضافه 1. یک معادله مکان زمانه به خدا. نگاش کن آقا، درجه دوه و من دارم نگاش میکنم، هر لحظه توش بذاری بهت میگه کجاست، ولی به خدا نمیدونم سرعتش چیه، نمیدونم شتابش چیه، نیروشو بلد نیستم. پس چی کار کنم؟ یه مشتق بگیر ازش، مشتق بگیر میرسه سرعت زمان، میتونی بفهمی کدوم وری میره، مشتق بعدیش شتاب زمان، میتونی بفهمی کدوم وری بهش نیرو وارد میشه. فوق العاده است. نگاه، مشتق بگیر، مشتق بگیر، مشتق بگیر، میشه وی. اوه اوه اوه، مشتق بگیر 6t منهای 6. این خودش معادله چی بود؟ معادله مکان زمان بود. بعد مشتق گرفتم کتاب درسی و کل معلمات تو ایران میگن اینا رو حفظ کن. کی گفت حفظ کن معادلاتشو؟ تو مکان زمانو بده بگم سرعت زمان چیه. برعکسش هم میشه، بهش میگفتن انتگرال هست دیگه، کلا دیگه هست شده. آقا اینو بهش میگن چیه؟ این چیه؟ اینو بهش میگن چی؟ معادله سرعت زمان. مشتق بعدی رو بگیر، شتاب، خط عدد ثابت، بمیر، ضریب تی، اینهاش. من پیمه همه رو دارم. من اگه معادله رو بدیم، معادله یعنی چی؟ رابطه بین x و t. اول کلاس گفتم، گفتم بچه x تابعی از زمانه. تو هر لحظه کجایی؟ تو هر لحظه چه سرعتی داری؟ تو هر لحظه چه سرعتی داری؟ نگاه 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 نگاه، سرعت در هر لحظه چقدره؟ شتاب در هر لحظه چقدره؟ از کجا بیارم لحظه رو بذارم این تو؟ این تو ها چجور لحظه بذارم و بعدی رو پیدا کنم؟ باید چه مشتق بگیر؟ مکان زمان رو بهت بده، میفهمی کجاست، کدوموری میره، چه شتابی داره. فوق‌العاده است فعله شجی. نگاه کن، فوق‌العاده بود واقعا. دیگه باید خودت رو بزنی در این مرحله. نگاه، واقعا جذابه، جذاب، جذابه. این کل حرکت رو من داره میگه. آقا میتونی حرکت حل کنی تو؟ تو حرکت شناسی رو فهمیدی چیه؟ حرکت شناسی رو فهمیدی؟ بیا اینهاش. من بلدم حرکت شناسی رو، سرعت کن و کل کنکور رو میتونی بزنی. آقا وایسا 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 وایسا، برعکسش باید انتگرال بگیری و تو کنکور نمیاد خوشبختانه. خواستی انتگرال بگیری، من در یه جلسه بهتون یاد میدم، خواستی برگردی عقب، همون مراحل رو باید انجام بدی، منتها برعکسش استفاده نمیشه. آقا بیا اینجا، بیا اینجا، نخوابیا نخوابیا، حواست به من باشه، حواست من، حواست اینجا. آقا میخوام فوق‌العاده ترین نکته امروز رو بهت بگم تازه. اوه 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 اوه، نگاه کن، میخوام برای خودم بزنم، اینقدر نکتهش منحصر و باحاله. نگاه آقا، به من گفتی که اگر مشتق بگیری مکان زمان، تو خونه تکرار کن، مکان زمان سرعت زمان، سرعت زمان شتاب زمان، یه بار یه بار یه بار دیگه، مکان زمان سرعت زمان، سرعت زمان شتاب زمان، هر طبقه میام پایین یه مشتق میگیرم. نگرش دار.
من در فیزیک 3 تا معادله می‌نویسم. قشنگ حواست من معادله اول. x برابر با 2t2 منهای 3t به اضافه 4. این یک. معادله بعدی x برابر با 3t به اضافه 12. معادله بعدی x برابر با 4t3 منهای 4t2 به اضافه 1. آقا حواس به من ها، حواس به شجاعی باشه، به خدا همه رو گفتم به اینجا برسم. یعنی من تمام قسمتاشو گفتم به اینجا برسم. آقا اگه خسته شدی کلاس نری. اسم چی بود؟ من اسم یادداشت کنم حذفت کنم. کی بود گفت؟ اسما. اسما جلسه بعد حذفی شما. خسته اینا ما نداریم که. جدی گفتم کلاس رو عوض کنم. اصلا به هیچ وجه تو این کلاس نمون. گفتی خسته شدم اصلا اعصابو خراب کردی. به خاطر اینکه من با تمام انرژی دارم تو درس میگم که خسته شدم. شما قطعا حتما کلاس رو عوض کن. دیگه هیچ وقت کلاس من نیا. امروز بعد از کلاس شما رو حذف میکنم. آقا دقت کن. بیا اینجا. من میخوام از هر کدوم مشتق بگیرم. از هر کدوم مشتق بگیرم و به دست بیارم. ما بی نهایت به سمت بی نهایت دانش آموز داریم و اصلا جای خالی نداریم. بر همین اساس امروز که گذشت من جلسه بعد یا امروز اصلا بگذره تمامه دیگه، هیچ ثبت نامی انجام نخواهم داد در کلاسم. هیچ وقت هیچ جابجایی هم دیگه نمیذارم انجام بده. یعنی از کلاس دیگه میتونی بیای ولی من خودم از کلاس خودم میذارم بیرون. کسی که تو کلاس شجاعی میمونه، کسی که میخواد فیزیکو بالا بزنه، کسی که خسته میشه کلاس فیزیک شجاعی نمواد بیاد، بعد تو کلاسای بره که اونجا چیزایی رو درس بدن که هیچ وقت تو کنکور نمیاد، فقط جذابه، چیزی یاد بگیر که جذابه تو کنکور نمیاد. خوبه؟ خوشت میاد وقتی میانگین درس یارو 20 درصد باشه؟ افتضاح میشه. درست شد؟ 2 دقیقه به من گفت 4 و 5 دقیقه. باش آقا بیا اینجا، بیا اینجا از این مشتق بگیر. مشتق بهش منحصر فرد میشه 4t منهای 3. مشتق بعدی رو بگیرش شتاب میشه 4. آقا نگاش کن، نگاش کن، درجه 2ه، درجه 2 مشتق گرفتم رسیدم به یک شتاب ثابت. درجه 2 رو مشتق گرفتم رسیدم به یک شتاب ثابت. دیدی شتاب ثابت شد. معنیش چیه؟ معنی این که شتاب ثابته چیه؟ یعنی آقا اگر معادله تو یک معادله درجه 2 بود، نوع حرکت چیه؟ شتابدار ثابته. دقت کردی؟ اگر حرکت تو یک حرکت شتابدار ثابت باشه، معادله مکانش درجه 2ه. چرا؟ چون به یه عدد ثابت رسیدی. هر درجه 2ی که به من بگی میتونم ازش مشتق بگیرم. 14 دقیقه است. چون یه 30 ثانیه بعد میگرفتید فیلم بکنم. 14 دقیقه. خب آقا دقت کن، دقت کن. بریم بعدی، بریم بعدی. میشه از این مشتق بگیری؟ مشتق بگیر. چیزی نمیشه که مشتق بگیر. مشتق بشه سرعت. مشتقش هم میشه 3 متر بر ثانیه. آقا میشه یه مشتق دیگه ازش بگیری؟ بله بگی ببینم. مشتق میشه چند؟ 0. چه حرکتی شتاب 0 بود؟ کدوم حرکت شتاب 0 بود؟ حرکتی شتاب 0ش گفتن حرکت چی؟ یکی نواخت. یکی نواخت. به خدا حرکتی یک نواخت معادلش درجه 1ه. درجه 1 یادت باشه، فراموش نکن. درجه 2 اگر مشتق بگیری به یک سرعت و یا یک شتاب ثابت، یک شتاب ثابت رسیدی. درجه 1 مشتق میگیری به شتاب 0 رسیدی. یعنی چی؟ من نفهمیدم. اگر توی یک تستی درجه 2 داد بگو اون حرکت شتاب دار ثابته. اگر توی تستی درجه 1 داد بگو حرکت یک نواخته. دو به بالا، دو به بالا. نگاه کن مشتق رو بگیر، سرعت به دست بیاد چه 12t2 منهای 8t. درست شد؟ یه مشتق دیگه بگیر، مشتق بعدی میشه شتاب. شتاب میشه چند؟ میشه 24t منهای 8. آقا شتاب ثابته الان؟ شتاب ثابته؟ نه، همون حالتیه که هول کوچیک هول بزرگ داره. به ازای تی شتاب شما عوض میشه. یعنی به ازای تی های مختلف شتاب عوض میشه. آقا به خدا، به خدا شتاب داره حرکت شتاب داره ثابت درجه 2ه. حرکت یک نواخت درجه 1ه. از 2 به بالا، از 2 به بالا به این چی میگیم؟ بهش میگیم شتاب دار متغیر. چرا؟ چون با زمان عوض میشه شتاب. با زمان داره شتاب عوض میشه. یادت باشه نکته مهم، نکته مهم، حجمی که وقتی یک کلاس تموم میشه
فکر کن حجم مطالبی که گرفتی زیاد بود، اون کلاس مفیده. حجم مطالبی که گرفتی خیلی کم بود، خیلی سخت بود، اون کلاس به درد نمیخوره. دو ساعت وقتی که میذاری اینجا برای اینه که تو این کلاس یاد بگیری و مفیدتر حالت ممکن باشه. آقا یاد باشه، یاد باشه، من دارم یاد میگیرم. چی داری یاد میگیری؟ درجه دو شتاب داره ثابت، درجه یک یک نواخت، دو به بالا شتاب داره متغیر. آقا مثال بزن ببینم، مثال بازم مثال میزنم. نگاه 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 کن. x برابره منفی 4t2 به اضافه 8t منهای 3. درجه دو چه نوع حرکتیه؟ حرکت ما شتاب داره ثابته. چرا؟ به خدا تو کتاب تو کلاس هم میگه اینو حفظش کن که شتاب داره ثابته. من میگم اصلا نیاز به حفظ کردن نیست. چرا؟ خب مشتق بگیر ازش، مشتق بگیر به سرعت برس. سرعت چند میشه؟ منفی 8t به اضافه 8. سرعت عوض میشه، سرعت داره عوض میشه، پس سرعت ثابت نیست. بعد یه دفعه مشتق بگی شتاب، ای شتابش اینقدر شد. این یعنی چی؟ یعنی در یک ثانیه منفی 8 متر بر ثانیه به سرعت اضاف میشه. حالا اگه همجهت باش بود سرعت زیاد میشه، خلاف بود سرعت کم میشه. شتاب ثابته. یکی میگه آقا خب بیا این دوتا رو هم ضرب کنیم. اگه این دوتا رو هم ضرب کنیم شتاب به دست میاد. بیا این چه حرکتیه؟ بعدی چه حرکتیه وقتی میرسم x مساوی منفی 6t به اضافه 9؟ درجه یکه. اگه من لحظه رو توش بذارم میشه مکان، اگه من لحظه رو تو این بذارم میشه سرعت. لحظه رو تو این بخوام بذارم، لحظه نداره که، همیشه 8، همیشه منفی 8، تا ابد، تا ابدیت منفی 8. یادت باشه، خیلی مهم شد. آقا دقت کن، دقت کن، برو بعدی، برو بعدی، برو بعدی. آقا تا 4 دقیقه هستیم، فرار نکن. بیا اینجا، این چی؟ آقا میشه ازش مشتق بگیری؟ بله مشتق میگیرم. سرعت منفی 6 متر بر ثانیه. مشتق بگیر، مشتق شتاب صفر. درجه چنده؟ یک. سرعتش چنده؟ منفی 6. تا ابد با این سرعت میره، تا ابد، تا ابد، تا ابد با سرعت منفی 6 داره میره. اصلا تغییر جهت نداره، شتاب نداره، برآیند نیروها صفره. من میتونم از اینجا نوع حرکت پیدا کنم. اگه تو لحظه بذاری تو این سرعت رو پیدا کنی، با این میتونم نوع حرکت پیدا کنم. وقتی من میگم شتاب داره متغیر، ببین نگاه کن، واقعا شتاب داره متغیره. بیا ایکس اینا کن، یا کن، یا کن، درجاتو هر چقدر دوست داری بالا ببر، اصلا مهم نیست. تی 4 میبینی؟ تی 4، تی 4 بذار، تی 4 منهای 3 تی 2 به اضافه 1 هر چی میشه بهت مشتق بگیری ازش. بله میگیرم. نهاش وی به دست میاد، میشه 4t3، 6t مشتق بگیر، شتاب میشه چی؟ 12t2 منهای 6. شتاب با زمان رابطه داره، شتاب صفره، شتاب ثابته، شتاب داره ثابت. سرعت منظم زیاد و کم میشه، سرعت ثابته، متغیر، شتاب داره متغیر. درست شد؟ پس شجاعی داره یه چیز یاد میگیره. میگم چی رو یاد گرفته؟ میگه اینه. چند تا معادله داشتیم؟ 4 تا. آقا پس F کو امو به هم بده، در اون ضرب کنم بشه F. امو به هم بده، در این ضرب کنم بشه F. میبینی؟ فوق‌العاده است. آقا نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. گفته چی؟ نه نه گوش بده، گوش بده. حرکت رو دایره اولا که برای رشته ریاضیه و حرکت رو دایره اصلا جزء این معادلات نیست، ولی میتونیم بگیم اینه شتاب داره متغیره. حرکت رو دایره به طور کلی شتاب داره متغیره. حالا بهت یاد میدم، اگه رشته ریاضی یاد میگیری در غیر صورت حرکت رو دایره نمیخواد یاد بگیری، حرکت شتاب داره رو دایره، چون شتاب داره دایره دیگه، درسته؟ چون جهتش عوض میشد. ما راجع به اینکه دایره چیه فعلا صحبت نمیکنیم، یه ذره پیچیده میشه، ما با اون فعلا کاری نداریم، قاطی نکن. من الان اینو دارم بهت میگم، ما 4 مدل سرعت داشتی، یک 4 مدل حرکت معادل داشتی. مکان زمان به من میگه کجاست، به من میگه کجاست. آقا نگیری به خوابی ها این آخره، آخر مهمه. به من میگه کجاست. معادل سرعت زمان میگه کدوم وری میره، معادل شتاب زمان من میگه کدوم وری بهش نیرو وارد میشه، و نیرو هم که همینه. من چجوری میتونم اینا رو پیدا کنم؟ اگه تو مردونگی کنی که به من معادله مکان زمانو بدی، من مشتق میگیرم میشه سرعت زمان، مشتق میگیرم میشه شتاب زمان.
نتیجه شجاعی چیه؟ اگر قشنگ گوش کن، اگر معادله تو درجه یک بود میشه یک نواخت، چون دو دفعه مشتق گرفتم شتاب صفر شد. اگه درجه دو باشه میشه شتاب داره ثابت، دو به بالا میشه شتاب داره متغیر. عزیزم خوشبختی تو اینه که این مدل از کتاب حذف شده، یعنی تو اصلا این مدل رو دیگه نداری، تو فقط در این کتاب درجه دو داری و درجه یک داری. آسون نیست؟ به خدا آسونه. تازه ببین چقدر گسترده میشه. میدونی یعنی چی؟ نمودار مکان زمان یه خطه، نمودار سرعت زمان سهمیه، نمودار سرعت زمان یه خط افقیه، نمودار سرعت زمان این چیه؟ یه خطه. نمودار شتاب زمان این صفر رو افق کشته میشه، نمودار شتاب زمان یه خط افقیه، بالا یا پایینه. میبینی؟ یه دفعه گوش کن، یک نواخت نمودارش یه خطه، مکان زمانش سرعتش یه خط افقیه و اینم که شتاب نداره. اگر درجه دو باشه مکان زمان سهمیه، سرعت زمانش یه خط شیب داره و شتابش هم یه خط افقیه. با اینم اصلا کاری نداره، این اصلا کلا کاری نداره، همین دوتاست. من همه رو گفتم به اینجا برسم. بر همین عصبانی میشه وقتی میگی خسته نباشی و اون دانش آموز ما امروز حزم میکنیم، علت اینه. پس یادمون باشه ما امروز اومدیم یه قسمت خیلی گسترده رو بررسی کردیم، یه تیکه جزوه رو بهت بگم، یه تیکه کوچولو با هم بررسی کنیم و نگرش داریم. آقا شجاعی امروز برای تو یکی از منحصر فردترین قسمت ها رو گفت، یعنی مفاهیم اولیه حرکت شناسی. ما از مفهوم اول حرکت شناسی اومدیم حرکت کردیم، از مفهوم اول اومدیم حرکت کردیم. نگاه کن بریم اینجا. من اومدم از اینجا حرکت کردم، گفتم مکان چیه؟ فقط در از دو سه دقیقه من معمولا آخر کلاس دوره میکنم و امروز میتونم یه آخرین زمان برای اضافه شدن به کلاس دیگه، واقعا اضافه کردن نمیتونیم داشته باشیم چون جلسه بعدی اگه کسی بخواد اضافه بشه من باید دوره کنم یا باید بشه فیلم‌ها رو نگاه کنه، که کلا در حقیقت به نظر من لازم نیست دیگه به کلاس ما اضافه بشه. به نظرم کلاس منو بستم، ما از این جلسه بعد کلا کلاس رو می‌بندیم، یا اینکه تماس بگیر اسمت رو اینجا بده و روزهای بعدی ثبت نام کن، یا اگر امروز زنگ نزدی و اسمت رو ندادی کلا دیگه نمیتونی به کلاس من اضافه بشی. قطعی بهت بگم هم کنار من کلاس زیاده، میتونیم کلاسا بری و درصدای پایین 20% و 10% کسب بکنیم، هم میتونی که در حقیقت کلاس اضافه شی. اگه امروز اسمت رو دادی به کلاس اضافه میشی، اگه اسمت رو ندادی تموم شد دیگه همه چیز. درست شد؟ من مکان برداری است که از مبدا تا محل جس رسم میشه. بردار مکان موقعی تغییر جهت میده که از مبدا رد بشه، سرعت مثبت به سمت راست میره، سرعت منفی به سمت چپ میره، شتاب مثبت به سمت راست هولش میدم، شتاب منفی به سمت چپ هولش میدم. تون شونده شتاب و سرعت هم جهته، کند شونده شتاب و سرعت خلاف همه. معادلات من مکان زمان سرعت زمان شتاب زمان مشتقهای پیاپی باعث میشه معادلات بعدی رو پیدا کنم. حرکت شتاب داره ثابت، یعنی سرعت منظم زیاد یا منظم کم بشه، قد نسبت دنبالش میشه شتاب و درجه دو مشتقش میشه سرعت، مشتقش میشه شتاب، شتاب داره ثابت، سرعت منظم زیاد و کم شد. یک نواخت حرکت رو خط راست بدون تغییر اندازه و جهت سرعت، معادلش درجه یک، مشتق سرعتش یه خط افقی، شتاب هم نداره. چیزی بود که امروز بعدت میگفتم. حرکت شناسی رو استارت صفحه صفر کتاب شروع نکردم. این بود چیزی که امروز بعد یاد میگرفتی. امیدوارم که استفاده کرده باشی. فیلم میتونی چند جلسه ببینی، کتاب جلسه تو بعد میتونی بگیری. کتاب فوق العاده فیزیک است، همه چی داخلش داره و کمکت میکنه فیزیک بالای 80 و 100 کنکور رو کسب کنی. برای آخرین بار اگر اسم تو امروز دادی تو کلاس امروز، داره حتما خیلی دیگه دارن نگاه میکنن کلاس دیگر، یا اصلا ثبت نام نکردی، اگر امروز اسم تو دادی به کلاس اضافه میشی. در غیر صورت ما کلاس رو خواهیم بست و دیگه هیچ پشیمونی در حقیقت نخواهید داشت، یعنی که اگر شما پشیمون شدی دیگه نمیتونی کلاس اضافه بشی. اینو بهت قول میدم، یاد باشه داری چیکار میکنی. مطمئن باش اینجا میتونی فیزیکتو صد بزنی. موفق باشی. کتاب میاد تو هفته بعد. آره هم میتونی رنگی بگیری هم میتونی سیاسفید، دیگه خود باید درخواست بدی دیگه، هر کم که خواستی میتونی سیاسفید یا رنگی درخواست بدی بگیری.
هزینهش مثل هزینه کتابای دیگه است، کتاب میکرو، کتاب گاج، کتاب نمیدونم میکرو یک گاج کرد یکیه، مثل خیلی ساز حالا به هر یکی دیگه، کتابای بیرون چنده همونه در حقیقت، خیلی البته از اونها یه ذره کمتر قطعا. سلامت باش. آره شما میتونید برید، داره موفق باشید. آره تایم کلاس ثابته بچه، ثابت خواهد تایم کلاس. از ساعت 2 تا 4:15 است. سلامت باشید. Thank you.